سرخط خبرها. فراخوانده شدن مسئولان کمیسیون انتخابات و رئیس اداره ثبت احوال نفوذ به ولسی جرگه. بهترین کار است میتونه در لپتاپ که در اونجا وجود داره، کسایی که در اونجا ثبت نام میکنن در لپتاپ به اونجا عنوان دیتابیس نام از اونا مشخص شود. انتقاد رئیس جمهور غنی از نامتوازن بودن میزان صادرات و واردات کشور. دوازده چند صادراتش باشه، خود این مملکت پایدار بفتنه و مخصوصا مملکتی که حداقل 80% وارداتش داخل تولید شده بید. و تعلیق شدن آزمایش های موشکی و هسته‌ای کره شمالی. سلام، با خبر ساعت 6 از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه اول ثور 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 اپریل سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. ولسی جرگه مسئولان کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس را در پیوند بر روند ثبت نام رایدهندگان استجواب کرد. اعضای این مجلس نگرانی هایشان را در مورد اشتراک مردم در روند ثبت نام رایدهندگان مطرح کرده و کمبود آگاهی عامه، نبود ضمانت امنیتی و نداشتن تذکره را از دلایل اصلی عدم اشتراک مردم در این روند خواندند. سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات اشتراک کم مردم در روند ثبت نام رایدهندگان را پذیرفت و گفت که این کمیسیون در صدد گسترش برنامه های آگاهی دهی عامه است تا مردم برای سهم گرفتن در انتخابات بیشتر تشویق شوند. ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز این مجلس سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات و رئیس اداره ثبت احوال نفوس را در پیوند به اشتراک اندک مردم در روند ثبت نام رایدهندگان و کندی روند توزیع تذکره برای شهروندان استجواب کرد. اعضای این مجلس نگرانی هایشان را در مورد اشتراک اندک مردم در روند ثبت نام رایدهندگان مطرح کردند. آنان عدم آگاهی کافی مردم از این پروسه، نبود ضمانت امنیتی و نداشتن تذکره را از دلایل عدم اشتراک مردم در این روند خواندند. استیکر چسباندن به تذکره های مردم میتونه خطرات بسیار زیاد به جان مردم داشته باشه. رای خوب چی هست؟ شما در مراکز رایدهی به طور متوسط از 1200 تا 2400 رایدهنده داره. بهترین کار است میتونه در لپتاپ که اونجا وجود داره، کسایی که در اونجا ثبت نام میکنن در لپتاپ به اونجا عنوان دیتابیس نام از اونا مشخص شود. سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات نیز اشتراک کم مردم در روند ثبت نام رایدهندگان را میپذیرد و میگوید که 189,000 تن تا دیروز جمعه در مراکز ثبت نام کردند. او افزود که برنامه های آگاهی دهی کمیسیون انتخابات از طریق رسانه ها انجام شده و این کمیسیون در صدد گسترش این برنامه ها است تا مردم برای سهم گرفتن در انتخابات بیشتر تشویق شوند. نشست بسیار وسیع که در او همه نهادها حضور داشتند، به شمول والی صاحبای محترم، قماندانان امنیه و همچنان اعضای محترم شورای ولایتی و تمام مسئولینی که در سطح ولایت هستند، ما آغاز را با برنامه آغاز کردیم که تحت پوشش خبری بسیار خوب قرار گرفته بود که تانسته بود یک تعداد زیاد مردم هم این نشرات ببینند و تشویق شوند. سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات بیباوری مردم را یگانه علت عدم اشتراک آنان در روند ثبت نام رایدهندگان عنوان کرد و بیان داشت که وضعیت فعلی کشور برای برگزاری انتخابات معیاری آماده نیست.
او همچنان زدن برچسب در پشت تذکره را یکی از راه‌های ممکن جلوگیری از جعل و تقلب در انتخابات دانست. اگر قرار به این بود که ما مثل روندهای قبلی باز هم امون کارتهای دیگر توزیع میکردیم، عین مشکلات ما دوباره تکرار میکردیم، عین اشتباه را دوباره تکرار میکردیم، ولی پذیرفتیم که تذکره به عنوان یک سند واحد هویت ملی باید مورد پذیرش قرار بگیرد و ما در روند ثبت نام و رایدهی از او استفاده بکنیم. از سوی هم اداره ثبت احوال نفوس در مورد روند توزیع تذکره گفت که این اداره با ایجاد 479 مرکز در سراسر کشور از دو ماه به این طرف حدود 235,000 تذکره جدید توزیع کرده است. در 90 روز گذشته در 479 سایتی که ما ایجاد کردیم به تعداد 235,000 تذکره توزیع شده. در ماه حمل گزارشی که من گرفتم 160,000 تذکره در سراسر افغانستان توزیع شده. مرحله اول ثبت نام رای دهندگان شنبه هفته گذشته در تمامی مراکز ولایت کشور آغاز شد و قرار است تا 3 هفته دیگر ادامه یابد. مرحله دوم این پروسه 3 هفته بعد در ولسوالی ها و قریه ها آغاز و برای 1 ماه ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور غنی میگوید که برای تأمین ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان میزان صادرات و واردات کشور باید متوازن شود. محمد اشرف غنی امروز در برنامه معرفی شماری از عطشه‌های تجارتی گفت که در حال حاضر میزان واردات کشور 12 برابر صادرات است، در حالی که 80% مواد وارداتی در داخل کشور نیز تولید شده میتواند. محمد اشرف غنی همچنان وزارت تجارت و صنایع را به خاطر عدم توجه به بهبود صنعت قالین مورد انتقاد قرار داد. افتتاح تعمیر جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و معرفی برخی از عطشه‌های تجارتی افغانستان در کشورهای خارجی. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید این افراد به دور از مداخلات سیاسی بر اساس شایستگی از طریق امتحان به حیث عطشه‌های تجارتی گزینش شدند. در امتحانی که برگزار شده بود، صدف دشتی بلندترین نمره را کسب کرده است. عدم اعتقاد به یک کشور یک منبع وارداتی کار است که ما مسئولیت خود می‌دانیم. در قدم اول در تشویق سرمایه گذاری می‌خواهیم افغان‌های را هدف قرار بدهیم که مهاجر کشورهای خارجی هستند و سرمایه گذاری و هنگفته در خارج از کشور دارند. محمد اشرف غنی در این مراسم از عطشه‌های تجارتی خواست که مشکلات موجود در مورد افزایش صادرات افغانستان به کشورهای خارجی را شناسایی و راه حل ارائه کنند. رئیس جمهور غنی از عدم توازن در میزان صادرات و واردات کشور نیز یادآور شد و گفت که ثبات یک کشور با صادرات آن ارتباط مستقیم دارد. با گفته رئیس جمهور غنی میزان واردات کشور در حال حاضر 12 برابر صادرات است، در حالی که 80% مواد وارداتی در داخل کشور نیز تولید شده می تواند. 12 چند صادراتش باشه خود یک مملکت پایدار افتاده و مخصوصا مملکتی که 80% وارداتش در داخل تولید شده می تواند. تولید جایگزین داریم، سر تولید به صورت بنیادی در سالهای گذشته فکر نشد. رئیس جمهور غنی در بخش دیگر سخنانش از کارکردهای وزارت تجارت و صنایع نیز انتقاد کرد و گفت که این وزارت در 3 سال گذشته برای رشد صنعت قالین کاری نکرده است. به گفته رئیس جمهور غنی، نبود دیدگاه واحد و موجودیت بروکراسی در این وزارت مانع تغییرات مثبت در این مورد شده است. یک معیار موفقیت یا عدم موفقیت وزارت محترم صنایع تجارتی است که صنعت قالین ما را چه تغییر داد و تا بال ده 3 سال هیچ تغییر نداد. صدها هزار زن افغان مصروف است، اما بیروکراسی مانع از این شد، عدم دیدگاه واحد مانع از این شد با وجود تصامیم که به عمل مبدل شد. دیگه ضرورت واضح است که مشکلات را که درک میکنید رای چارشه به صورت اساسی بسنج. قالین افغانستان از جمله بهترین قالین های جهان به شمار می رود که چندین بار در نمایشگاه های بین المللی مقام نخست را کسب کرده است.
صنعت قالین بیش از یک دهه رونق و بازار خوبی داشت. اما در سالهای اخیر بنابر دلایل بازار مناسب نسبت به گذشته ندارد. از سوی هم برخی صنعتکاران قالین میگویند بی توجهی مسئولان باعث شده است که همه ساله هزارها متر قالین افغانستان به نام کشورهای خارجی صادر شود. سفیر ملکی ناتو روز شنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و معاون پیشین ریاست جمهوری دیدار نمود. در این دیدار روی چگونگی روند صلح و ضرورت همکاری کشورهای منطقه و جهان در این زمینه گفتگو شد. سفیر ملکی ناتو صلح را یک اولویت مهم برای افغانستان دانسته و اظهار داشت که از این راهکار برای آرامی و ثبات این کشور حمایت می نماید. وی اظهار امیدواری نمود که پروسه صلح با مشارکت و همکاری وسیع شهروندان افغانستان و حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی به موفقیت خواهد رسید. سفیر ملکی ناتو اطمینان داد که این سازمان تا زمانی که افغانستان به همکاری آنان نیاز داشته باشد در کنار مردم این کشور خواهد بود. وی ضمن اینکه تلاش‌های رئیس شورای عالی صلح را در جهت تحقق صلح و ثبات دائمی در افغانستان مهم دانست، اظهار داشت که در زمینه ایجاد فرصت برای صلح توجه و تمرکز خواهد کرد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از همکاری جامعه جهانی و قوای ناتو با افغانستان سپاسگزاری و قدردانی نمود. رئیس شورای عالی صلح بر پایان یافتن جنگ در افغانستان تاکید کرده اظهار داشت که جنگ راه حل اساسی مسئله افغانستان نبوده و راهکار صلح یک راهکار جامع است که میتواند به مشکلات و چالش‌های موجود پایان دهد. رئیس شورای عالی صلح خواهان همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمان ناتو در جهت موافقت روند صلح شد. استعضای رئیس عمومی امنیت ملی به موضوع جنجالی بین نمایندگان مردم در ولسوالی جرگه تبدیل شده است. برخی از این مجلس استعضای رئیس عمومی امنیت ملی را مطابق اصول و صلاحیت های مجلس می دانند، اما برخی نمایندگان دیگر این استعضا را ناشی از عقده های شخصی برخی ها عنوان می کنند. رئیس ولسوالی جرگه می گوید که استعضای رئیس امنیت ملی بنابر درخواست حدود 50 عضو صورت می گیرد و هیئت اداری نمی تواند که این درخواست را نادیده بگیرد. جنجال بین نمایندگان بر سر استعضای معصوم سانگزی رئیس عمومی امنیت ملی. رئیس ولسوالی جرگه در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که رئیس امنیت ملی در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری استعضا می شود. برخی اعضای این مجلس که مخالف استعضای معصوم استانکزی اند در نشست عمومی امروز این مجلس گفتند که این استعضا ناشی از عقده شخصی برخی نمایندگان است. استعضا مورد که زپدی غیر قانونی او توایم چې دا نه کمیټه راوساو کې د ملت استازو رای گیری پکړي تاسو په خپل فرمایش باندې راځي یو موضوع په اجنډا کې نیسي او د ملت کور تشنو سره مواجه کوي د تاسو محترم دنده دا ده چې تاسو باید انصاف دلته تعامل کوي نه د چا زورواکي. وقتی که اصول رعایت شد بر مبنای اصول همه قناعت کرده بود دیگه جای بر استعضا نبود. به همین خاطر پیشنهاد ما ایست که اصولا ما باید عمل بکنیم و این شخص مورد استعضا نشده بود. برخی نمایندگان دیگر اما استعضای رئیس عمومی امنیت ملی را مطابق اصول و صلاحیت قانونی مجلس می دانند. استیزا په دغه تالار کې استیزا استیجواب استماع چې زمانه مشروعیت اخلي ضربت صندوق اندر تکې دما ولی من لوی سارنواله لکوته صندوق کې خودو همدا تاسو وکیلان وای ولی من پوهانه زمي ته صندوق کې خودلو کارتونه ور فیزیکل دغه حق تاسو درودلو تحدید او ګوت څنګه لسخه کار اخی زما خواهش د ټولو وکیل صاحبانو څخه دا دی چې تهدید توهین جاسوس بودن زور د بدماشی په نامه باندې دا کار زه فکر کوم چې دا په پارلمان کې مناسبه کار نه دی. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسوالی جرګه نیز بر استعضای رئیس امنیت ملی تاکید کرد
و گفت که هیئت اداری نمیتواند درخواست استیضاح حدود 50 نماینده را نادیده بگیرد. 50 نفر وکیل مزدور کس نیست. نماینده مردم افغانستان از دمیجا امضا کرده تا کمیته رؤسا برده. شما یک مادر نشان بدین که کمیته رؤسا غیر از روز تعیین بکنه دیگه کدام صلاحیت داره؟ قرار است معصوم استانگزی رئیس امنیت ملی به دلیل افزایش نامنی‌ها و موجودیت ضعف استخباراتی در جنگ جاری در نشست چهارشنبه هفته جاری استعزا شود. جلسه فوق‌العاده مسئولان حزب وحدت اسلامی افغانستان تحت ریاست استاد محمد کریم خلیلی رهبر این حزب روز شنبه اول ثور 1397 برگزار شد. در این نشست چگونگی روند ثبت نام رای دهندگان در سطح کشور و ضرورت تشویق مردم در این راستا و نیز خط مش حزب وحدت اسلامی افغانستان در زمینه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مشارکت مردم در پروسه ثبت نام با اهمیت و حیاتی دانسته شد و تأکید صورت گرفت که فرایند اطلاع رسانی به مردم جهت پیوستن به روند ثبت نام بیش از پیش گسترش یابد. قرار است فردا استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در یکی از مراکز ثبت نام حضور یافته و از مردم خواهد خواست که در برنامه ثبت نام که یک امر سرنوشت ساز است به صورت گسترده سهم بگیرند. همچنین در این جلسه برخی از اساسات خط مش انتخاباتی حزب وحدت اسلامی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات‌های مشخص از سوی اعضای جلسه برای بهبود و تطبیق خط مش یاد شده ارائه شد. در این جلسه به کمیته انتخاباتی حزب وحدت اسلامی افغانستان به ریاست وکیل اسدالله سعادتی وظیفه داده شد تا در روشنایی خطوط اساسی انتخاباتی این حزب کارشان را در مورد انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، تعیین نامزدهای این حزب، سهمگیری مؤثر در فرایند نظارت انتخابات و بررسی فرصتها و چالشها در این زمینه آغاز نماید. حزب وحدت اسلامی افغانستان یکی از احزاب مردمی است که از آغاز تأسیس تا امروز بر انتخابات به عنوان بهترین راهکار برای چرخش قدرت تأکید داشته و آن را معقول ترین مکانیزم دانسته است که توسط آن مردم به سرنوشتشان حاکمیت پیدا می کند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در سفرش به چین با لوی درستیز این کشور در باره همکاری های مشترک امنیتی و نظامی میان دو کشور و نیز موضوعات امنیتی و نظامی بحث و گفتگو کرده است. دفتر شورای امنیت ملی در خبرنامه گفته است حنیف اتمر در این دیدار ایجاد یک لوای کوهی را به هدف جلوگیری فعالیت های هراس افغانی در مناطق کوهستانی مهم خواند. وی افزود که ایجاد یک لوای مجهز کوهستانی در چهارچوب نیروهای نظامی کشور می تواند فعالیت‌های هراس افغانان را در مناطق سرحدی و کوهستانی محدود سازد. حنیف اتمر در این دیدار خواهان تجهیز و حمایت لوای نیروهای کوهی گردید. لوی درستیز نیروهای مشترک چین در این دیدار گفته است که تروریسم یک خطر مشترک برای تمام منطقه و جهان می باشد. باید اقدامات مشترک در برابر آن صورت بگیرد. لوی درستیز چین در باره همکاری های مشترک امنیتی و نظامی میان هر دو کشور به خصوص تجهیز نیروهای افغان ابراز آمادگی کرده است. و حالا هم گزارش نرخ ارز و آب و هوا. یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 15 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی، یک یورو 86 افغانی، یک درهم امارات 19 افغانی و 6 پول. یک ریال سعودی 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی،
و 1000 روپیه پاکستانی 588 افغانی. این هم چند خبر از خارج کشور. کره شمالی اعلام کرده است که آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد خود را متوقف کرده است و قصد دارد سایت آموزش‌های هسته‌ای خود را نیز تعطیل کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که این کشور در حال تغییر مسیر به سوی بهبود اقتصاد کشور است. کره شمالی همچنین وعده داد به منظور برقراری صلح در شبه جزیره کره و ایجاد یک شرایط بین‌المللی دلخواه برای ارتقای وضعیت اقتصادی خود با کشورهای همسایه‌اش و جامعه بین‌الملل ارتباط فعالانه داشته باشد. چین گفته که این اقدام کره شمالی باعث کاهش تنش در شبه جزیره کره شده و روند خلع تسلیحات هسته‌ای را در این منطقه بهبود می‌دهد. کره جنوبی هم از این تصمیم کره شمالی استقبال کرده است، اما وزیر دفاع ژاپن گفت فشار بر کره شمالی ادامه یابد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این تصمیم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی استقبال کرده، گفت که مشتاقانه منتظر دیدار با وی است. انتظار می رود کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در ماه می یا جون با هم دیدار کنند. وزارت دفاع آمریکا میگوید نشانه های وجود ندارد که نظامیان سوریه برای حمله سلاح کیمیایی آمادگی میگیرند. مقام های پنتاگون گفتند با وجود عدم آمادگی نظامیان سوریه برای استعمال سلاح کیمیایی در آینده، واشنگتن و متحدین آن در مورد احتمال استفاده از سلاح کیمیایی توسط حکومت سوریه هوشیار باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با خبرنگاران گفته است که رئیس جمهور سوریه باید بداند که جهان استعمال سلاح‌های کیمیایی را تحت هیچ شرایط تحمل نخواهد کرد. در این حال وزیر خارجه روسیه میگوید که در حملات هوایی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه در ساحاتی که خط سرخ از سوی سوریه تلقی شده بود عبور نشده است. گزارش ها می رساند که تعدادی از اعضای گروه داعش به همراه فرمانده و معاون مالی این گروه در عملیات ارتش سوریه در جنوب دمشق کشته شدند. بر اساس گزارش ها این عملیات روز شنبه از طرف ارتش سوریه بالای پایگاه های گروه داعش در جنوب دمشق آغاز شده است که در نتیجه آن تعداد زیادی از اعضای گروه داعش به همراه فرمانده و معاون مالی این گروه در عملیات ارتش سوریه کشته شدند. بر اساس گزارش ها ابو محمد العدنانی مسئول امنیتی گروه داعش نیز روز گذشته در حمله جنگنده های سوریه به اردوگاه یرموک کشته شده است. بر اساس گزارش ها جنگنده بم افغان ها و توپخانه ارتش سوریه امروز مواضع و محل تجمع گروه داعش و جبهه تحریر شام در حجرالاسود و اردوگاه یرموک در جنوب دمشق را بمباران کردند. نیروهای هوایی ارتش سوریه روز گذشته نیز انبار مهمات و تسلیحات نظامی گروه داعش و جبهه نصره شام را در منطقه حجرالاسود هدف حمله قرار داده بود. ارتش سوریه از ده روز قبل برای پاکسازی محله های جنوبی دمشق، پایتخت این کشور، در این مناطق مستقر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که آنها پول در اختیار ندارد تا از صدها هزار پناهجوی روهنگی در منطقه موسوم به بازار کاراکاس واقع در بنگلادش کمک نماید. پس از
افزایش خشونت‌ها در میانمار از آگوست سال 2017 به این سو حدود 700 هزار پناهجوی مسلمان روهنگیایی در منطقه بازار کاکاس سرازیر شدند. بازار کاکاس که از کمترین امکانات زندگی برخوردار است، در این اواخر شاهد باران‌های شدیدی بوده است. سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید نگرانی وجود دارد که زندگی شماری از پناهجویان با خطر مواجه شود. وی گفته این سازمان به دلیل نبود منابع مالی قادر نیست برای این پناهجویان کمک فراهم کند و افزود که این سازمان از جمله 180 میلیون دلار کمک که تقاضا کرده بود فقط 7% آن را به دست آورده است. این سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین گفته است که هنوز هم روزهای اول بارانی در بازار کاکاس است، اما هشدار داد که اگر در روزهای آینده پناهجویان روهنگیایی به مناطق امن انتقال داده نشوند، زندگی آنان با خطر مواجه خواهد بود. این بود خبر ساعت 6 که تقدیم حضور شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.